در اعتراف های مهره ها و رسانه های حکومتی آمارهای مختلفی در رابطه با تعداد بازداشت شدگان قیام 6 ماهه اعلام می کنند، اما هیچ آمار رسمی وجود نداره. در رابطه با قیام ها و وقایع سالهای گذشته هم همین روند جریان داشته. مقاومت ایران هم آماری رو ارائه می کنه که با آمارهای حکومتی متفاوت هستند. در همین رابطه گفتگویی داریم با دکتر سنابغه زاهدی، وکیل پایه که دادگستری و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران. سلام دکتر زاهدی، خوش اومدیم به برنامه ما. سلام به شما و با درود به همه بینندگان سیمای آزادی و با تبریک سال نو به همه هموطنان عزیز و به خصوص با تبریک و تقدیر از قهرمانان کانهای شورشی در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. آقای دکتر زاهدی، لطفاً در شروع این گفتگو از آمار و ارقامی که سازمان مجاهدین در مورد قیام 6 ماهه مردم ایران اعلام کرده بگید. بله، عرض شد خدمت شما که سازمان مجاهدین از روز اول قیام در واقع تا امروز، در واقع تا دیروز، مسئولانه به طور منظم، دقیق و حساب شده با به اصطلاح پیگیری و ریزبینی در واقع آمار ارقام دستگیری ها شهدا رو به اصطلاح به طور منظم اعلام کرده. اطلاعیه‌ای که دیروز دبیرخانه شورای ملی مقاومت با استناد به اطلاعات مجاهدین منتشر کرد، در این اطلاعیه اومده بود که اسامی 11 تن دیگر از شهدای قیام اعلام شد. نکته جالب در این اطلاعیه این هست که وقتی من نگاه کردم دیدم که این 11 نفر از 11 شهر ایران هستند و 2 نفر حتی از 1 شهر نیست، که این باز یک دقت در کار آماری نشون میده. کسی که مینیمم اطلاعات آماری داشته باشه میدونه یعنی چی، یعنی اینکه این به اصطلاح به قول معروف فراگیری یا به همه جا ربط پیدا کردن، یعنی اینکه یک دقتی در کار هست. کما اینکه این 11 شهید از 10 استان هستند، یعنی فقط 2 تاشون از یک استان، استان خوزستانه، بقیه از استانهای مختلف هستند. خب این شیوه کار در واقع به نظر همه اطلاعی کوتاهی که فقط اسامی 11 تا از شهدای آخرین در واقع اعلام شهدای قیام هست، نشون دهنده شیوه کار مجاهدین یا مقاومت ایران در این زمینه هست. تا به حال از روز آغاز قیام تا دیروز در واقع حدود 270 اطلاعیه به طور منظم صادر شده، بعضی روزها حتی بیش از یک اطلاعیه، و این اطلاعیه در واقع حاوی اطلاع رسانی دقیق در مورد شهدای قیام، در مورد دستگیر شده ها بوده، و به این ترتیب در واقع اون چه که سرجم در واقع مقاومت ایران اعلام کرده که بیش از 30,000، با تأکید بیش از 30,000 دستگیری و بیش از 750 شهید، این آماری هست که با تدقیق، با ریزبینی و به قول معروف موارد قطعی هست، یعنی به اصطلاح معروف قدر متیقن این آمار و ارقام رو نشون میده، نه اینکه تنها این باشه. به عبارت دیگه قطعا تعداد واقعی شهدا بیش از 750 نفر هستند، کما اینکه قطعا تعداد دستگیر شده ها بیش از 30,000 نفر هستند، که البته بعداً طی روزهای اخیر و هفته‌های اخیر به تدریج این برای همه هم روشن شده و خود آدمای رژیم، در واقع سران رژیم، سردمداران رژیم و حتی ارگان‌هایی که به اصطلاح ارگان‌های خبری هست، خبری هم هستند، شروع کردن این رو به تدریج بیان کردن. بله آقای زاهدی، لطفاً بگین که چرا آمار مجاهدین رو رسانه‌ها و مراجع مختلف کمتر نقل می‌کنن و چرا اصلا آماری که نقل می‌کنن معمولاً کمتر از آماریه که مجاهدین نقل می‌کنن؟ اگر بخوایم واقعیت رو بگیم اینجوری نیست. واقعیت اینجوریه که در آغاز کار آمارها کمتر میشه، در آخر کار آمارها بیشتر میشه، که این در واقع نشون دهنده، اگر بخوایم، من فکر کنم این سوال بسیار مهمیه. خب فکر کنم تجربه گذشته نشون داده که آمار ارقام مجاهدین دقیقه. اطلاعات مجاهدین آنچه که در داخل ایران میگذره یه اطلاعات مبتنی بر واقعیاته. چرا؟ به خاطر اینکه تنها جریانی است که پشتوانه مردمی داره، شبکه اجتماعی داره، کانهای شورشی در سراسر میهن
فعال هستند، فعالترین چشمهای بینای خلق قهرمان ایران هستند، به وقایعی که داره میگذره. بنابراین این اطلاعاتی که از مجموعه این به اصطلاح حضور اعلام میشه، این اطلاعات درست و دقیقه. اما چرا نمیگن؟ خب اگر بگن پس یک حرف رو باید باطل بکنن. اون حرف این هست که خیلی ها دارن میگن و تکرار میکنن، در واقع به خصوص این رسانه هایی که پشتوانه استعماری دارن، در واقع به خاطر اینکه نمیخوان که یک آلترناتیو دموکراتیک و مردمی حرفاش تثبیت بشه و به عنوان حرف اصلی مردم ایران و به اصطلاح همین قیام مردم ایران جا بگیره، در واقع به این خاطری که اینو نمیگن، به این خاطری که نمیخوان اقرار و اعتراف بکنن که نه واقعیت این نیست، واقعیت 180 درجه عکس اینه، واقعیت این هست که این تنها مجاهدین هستن و تنها مقاومت ایران هست که پایه در درون جامعه ایران داره و از همه جا با خبره و میدونه چی میگذره. من فکر کنم این تاریخ 40 سال گذشته اگر یک کسی منصفانه یه مقدار بررسی کنه به این حقیقت به خوبی میرسه و روز به روز در واقع این داره اثبات میشه. ولی اینکه نمیگن، من فکر کنم علتش همینه که عرض کردم خدمتتون که اینها نمیخوان که به اصطلاح این حقیقت به اثبات برسه که نه، این مجاهدین هستن که پایگاه مردمی دارن و اونایی که حرفای بی دقت و بی دلیل، در واقع من نمیفهم به چه دلیل، مثلا همین الان که ما نشستیم اینجا، اگر برین رسانه‌های مختلف رو نگاه کنین که میگن چند نفر بالاخره تو قیام شهید شدن طی این 6 ماه، صبح بعضیا میگن که حدود 400 نفر، بیش از 300 نفر، حدود 500 نفر، بالاخره چند نفر. ببینید این حرف متاسفانه هیچ جریانی مسئولانه اعلام نمی‌کنه. مجاهدین و مقاومت ایران به دقت روز به روز ثبت کردن و در نهایت گفتن که 750 نفر، حداقل 750 نفر شهید شدن در این قیام. اطلاعیه هم که دیروز صادر شده در واقع اعلام کرده که اسامی 675 نفر از این 750 نفر الان مشخص شده، اسامیشون مشخص شده، تاریخ شهادتشون مشخص شده، محلی که شهید شدن مشخص شده. بنابراین وقتی آمار به این دقت هست، خب چرا این آمار رو نمیگن؟ به نظر من هیچ دلیلی جز این که عرض کردم نداره، که در واقع میخوان که اقرار و اعتراف نکنند به این حقیقت که مجاهدین دارای پایگاه گسترده مردمی هستند و دارای شبکه گسترده اجتماعی در داخل ایران هستند که میتونن به چین اطلاعات دست پیدا بکنن که هیچ کس دیگه نمیتونه دست پیدا بکنه. به این واقعیت هم در این قیام بوده، هم در قیام 98 بود، اگر یادتون باشه اونجا به نظرم شایسته بسیار تکرار و بررسی داره، کما این که در واقع در داستان کرونا خب با صدها اطلاعی روز به روز و دقت تمامی جنایتی که رژیم داشت مرتکب می‌شد در واقع این جنایت رو که به صورت قتل عام و کشتار گسترده هموطنان ما بود، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز مقاومت ایران رو در صدها اطلاعی، بیش از 700 اطلاعی، 750 اطلاعی، اینها رو دونه به دونه به اطلاع هم مردم ایران و هم به اطلاع در واقع رسانه‌های جهانی به همه جهان اطلاع میداد. خب این رو هم باز کسی نه گفت و نه باور کرد و نه اونچنان که باید روش تاکید کرد. منظورم این هست که این یک واقعیت. نگاه کنید همین الان اگه بریم به وضعیتی که خود رژیم این روزها به خصوص بهش پرداخته، واقعا مضحکه. به این معنی که شما میدونید مثلا این آخوند اژه‌ای که در واقع خب یکی از سران اصلی رژیم هست، رئیس قوه قضاییه است، اخیراً در یک مصاحبه با، و واقعا باز اینم یک طنزیه، در مصاحبه با سایت خامنه‌ای این رو بیان کرده. یعنی در واقع اینجا که میخواد آمار رو اعلام بکنه، آمار به قول خودشون آزاد شده‌ها یا عفو شده‌های زندانیان رو اعلام بکنه، میره با رسانه، با بسترا، با سایت خود خامنه‌ای مصاحبه میکنه، برای اینکه بریزه تو جیب خامنه ای. حالا این که دیگه در واقع بازی داخل خود رژیم و اینا. ولی میاد چی میگه؟ اول میگه که بیش از 80,000 نفر، 80,000 نفر، حدود 90,000 نفر، بالاخره چند نفر؟ نگاه کنید واقعا لوس در زبون آخوند تعداد انسان، آخه هر یک از اینا نماینده که انسانه. به یه جور میگه 80,000 نفر، 84,000 نفر، شاید حدود 90,000 نفر میگه در اثر چیز آزاد شدن. یه جوری مبهم میگه که آیا اینها که آزاد شدن در واقع همه دستگیر شده های جریان قیام و این اعتراضات هستند یا نه زندانیان سابق هم در بر میگیره. یه جوری مبهم و به اصطلاح غیر دقیق حرف میزنه. بعدن میاد دیگه تصریح میکنه
و میگه که 22,000 نفر از اینها، از این آزاد شده ها کسایی بودن که در جریان این اعتراضات دستگیر شده بودن به قول اون. خب نگاه کنید 22,000 نفر رو اژه‌ای جنایتکار میاد اعلام میکنه که از کسایی هستن که به اصطلاح آزاد شدن. حالا اینکه راست میگه دروغ میگه اونم من کاری ندارم، ولی به هر حال این آمار رو ارائه میکنه که 22,000 نفر آزاد شدن. خب اگر از دستگیر شدگان قیام 22,000 نفر آزاد شدن، چند هزار نفر دستگیر شدن؟ بی تردید از همین آمار میشه نتیجه گرفت که اون آماری که در آبان ماه گذشته بعد از 2 ماه از آغاز قیام مقاومت ایران اعلام کرد که بیش از 30,000 نفر دستگیر شدن، بی تردید اون حد اقل بوده، اون یک آمار حد اقلی بوده، اون یک قدر متیقن بوده، اون موارد قطعی بوده. چون که مقاومت برای اینکه آمار دقیق اعلام بکنه، هر موردی که کمترین شکی در موردش وجود داشته باشه اون رو کنار میگذاره. یعنی اینجور نیست که فرض کنید هر آمار ارقامی که هر عدد ارقامی که از داخل ایران بیاد، از شهرهای مختلف، از کانون شورشی بیاد، مقاومت بیاد اعلام بکنه. اینا میاد بررسی میکنه، با هم مقایسه میکنه آمار مختلف رو که از منابع مختلف دریافت میکنه و بعد اون یقینیات این آمار رو اعلام میکنه. به این خاطر است که الان نگاه کنیم که در آخر به اصطلاح این پروسه هستیم، در بعد از 6 ماه آمارایی که خود رژیم ها دارن اعلام میکنن بیش از آماری هست که مقاومت ایران اعلام کرده بود. در صورتی که نگاه کنید بقیه به اصطلاح رسانه‌هایی که با پشتوانه استعماری و ارتجاعی در واقع دارن خبررسانی میکنن، شما به اون آمار رو نگاه کنید، هیچ کس، به دقت میگم هیچ کس، تا قبل از همین 1-2 هفته اخیر آماری در حدود حتی بالای 20,000 نفر اعلام نکرده. میگفتن 8,000 نفر، حدود 15,000 نفر، بیش از 15,000 نفر، تا حدود 20,000 نفر، حدود 20 نفر رو گفتن. ولی بالاخره چند نفر بالاخره دستگیر کردن؟ خب نمیدونن، ندارن. ولی در این حال یک واقعیت به اصطلاح تلخ دیگه هم این وسط وجود داره. اون واقعیت تلخ این هست که وقتی که آمار رو کم اعلام میکنن، یعنی در واقع دارن دست جنایتکار رو پاک میکنن، در واقع دارن دست خون جلاد رو میشورن وقتی که آمار شهدا رو کمتر از واقعیت اعلام بکنن. در این حال میتونن دستشو باز بزنن واسه هر جنایت دیگه. دقیقاً انجام بده. دقیقاً. حالا کنید الان رژیم بعد میگه که اول میگه 80,000 نفر تا 90,000 نفر، بعد میاد میگه که 22,000 نفر آزاد شدن، بعد اخیراً همین که الان توی گزارش خودتون بود، یه به اصطلاح آدم دیگه از همین آدمای به اصطلاح اصلاح طلبان رژیم میاد میگه که 100,000 نفر ما در اعتراضات دستگیر کردیم. روشن نیست که میگه اعتراضات یعنی همین اعتراضات یا نه، منظورش در اعتراضاتی است که مثلا چند سال گذشته بوده. ولی به هر حال برداشت از حرفش این هست که در همین اعتراضات 100,000 نفر دستگیر شده. پس بنابراین ابعاد دستگیری ها کلان هست. چرا نمیان اعلام بکنن اون آماری که مقاومت میگه و اون همونجوری گفتم بی تردید قدر متیقنه، اون به اصطلاح موارد قطعی و تردید ناپذیر این آمار هست؟ به خاطر اینکه نمیخوان به قول معروف کردیت بدن، اعتبار بدن به مقاومت، که آقا این مقاومت ایران در داخل ایران امکانات داره، شبکه گسترده زمین داره، نفر روی زمین داره. بسیار از اینا که دستگیر شدن و یا حتی اعدام شدن، اینا هواداران خود همین مقاومت هستن. بنابراین خانواده اونها همه در جریان هستن، کانون شورشی به دقت دنبال میکنن، اطلاع رسانی میکنن، روزمره ساعتمره اطلاع رسانی میکنن و اطلاع از کانال این مقاومت میاد میره، نمیخواین اعلام بکنن. ولی خب همونجور که میبینین در پایان کار، که الان در واقع حالا نمیشه گفت پایان کار، ولی به هر حال در بعد از 6 ماه که دارن آمار ارقام میدن، آمار ارقام حتی بیش از اون چیزی هست که ما گفته بودیم، که ما البته همیشه اونجوری گفتم به تاکید گفته بودیم که آمار و تعداد دستگیر شده ها بیش از 30,000 نفره. در مورد شهدا هنوز کسی حرف مشخص نزده. آمار دقیق اون چیزی است که مقاومت گفته که بیش از 750 نفر شهید شدن، ولی آماری که بقیه میگن همش گفتم آمار بسیار واقعا غیر مسئولانه است. به هیچ وجه وفاداری به آرمان اون شهدایی که براش به خاطر اون آرمان شهید شدن، هیچ کس گویی هیچ وفاداری نداره. آخه بین 300 نفر تا 750 نفر 450 تا شهید اینجا افتادن. خب بالاخره این شهدا رو کی پاسخگو است؟ چرا دست خونینه آخوند و پاسدار جنایتکار رو پاک میکنید و میشورید؟ من بنابراین به نظرم باید اینها رو هرچی دقیق تر باید گفت و باید افشا کردین رو. این رسانه های استعماری، در واقع بخصوص رسانه های فارسی زبانی که مورد حمایت استعمار هستن، اینا در واقع دارن دست خونینه، یعنی گویی یک نوعی پیوند، یک نوعی به اصطلاح هماهنگی، همونجور شما گفتین، یک نوعی بازگاشتن دست جنایتکار برای ارتکاب جنایت بیشتر رو در واقع دارن مرتکب میشن. و در مفهوم حقوقی بخوایم بگیم، واقعیت این است که اگر اون عمل جنایتی که هست،
اگر اون جنایت در جنایت علیه بشریتی که هست، این کار هم در واقع معاونت در جنایت، همدستی با جنایت و همکاری با جنایت و قابل محاکمه و قابل مجازات هست. اینم برای دکتر زاهدی، شما البته در صحبت خودتون اشاره کردید به شیوه های مقاومت ایران برای گرفتن این آمار. اگه ممکنه یه خورده توضیح بیشتری بدید که چه شیوه هایی برای تدقیق آمار وجود داره، آمارهایی که مقاومت ایران و مجاهدین ایران. واقعیت اینه که خب ورود به تمام جزئیات که اصلا عملی نیست و امکان پذیر نیست، من اگر بدونم نمیتونم بگم، ولی خب واقعیت اینه که کانهای شورشی به اصطلاح ارگانهای یا افراد و ارگانهایی که وابسته به مقاومت هستن، هوادار مجاهدین هستن، در اطراف اکناف ایران پراکندن. خب فقط از این آمار نمیشه نتیجه گرفت، از عملیات روزمرهش نمیشه نتیجه گرفت. کدوم از شهرهای ایران هست، شهرهای بزرگ و کوچک ایران هست که این روزها و طی این شش ماه صحنه عملیات ضد اختناق کانهای شورشی نبوده باشه؟ پس کانهای شورشی همه جا حضور دارن، هر جایی که دارن عکس خامنه‌ای رو آتیش میزنن، هر جایی که دارن عکس خمینی و قاسم سلیمانی رو آتیش میزنن، اونجا که دارن مجسمه خمینی و قاسم سلیمانی رو به آتش میکشن، اونجا که دارن تراک پخش میکنن در دفاع از مقاومت و آرمان مقاومت، اونجا دارن عکس‌های رهبری مقاومت دارن پخش میکنن، خب همه سراسر ایران عرصه فعالیت‌های این کانون‌هاست. اونجا که شعارهای مقاومت دارن پیش میبرن، خب این واقعیت، این واقعیت امروز به سطح رسیده. باید. یه واقعیتی نیست که به اصطلاح بخوام که از ذهن حرف میزنیم، از عینیات روشن به اصطلاح فعالیت‌های مشخص در سراسر شهرها و مناطق ایران و استان‌های کشور داریم صحبت می‌کنیم. خب این نیروها روزمره و ساعتمره و لحظه‌مره در جریان تمام تحولات و تمام وقایعی که اونجا اتفاق میفته هستن و اینها در ارتباط هستن با مقاومت. اینها رو از طرق مختلف به اطلاع مقاومت و شبکه مقاومت میرسونن و بعد اینها وقتی میاد به مرکز به اصطلاح شورای ملی مقاومت، اینها جمع‌بندی میشه، بررسی میشه. حتی اگر دقت کنین، این اطلاعیه‌هایی که در مورد اسامی شهدا اعلام میشه، بله، بسیار با دقت، با ریزبینی و با حتی شده با تأخیر اعلام میشه، اما دقت توش مهمه. چون آخه مهم اسمی که شهید رو اعلام بکنیم، این که شوخی نیست که مجاهدین هم و مقاومت ایران هم در این زمینه تجربه دارن. برای اینکه بدونید، این لیست شهدای مجاهدین که اعلام شده بیش از 20,000 نفر لیست، این لیست فکر میکنم در جهان اگر بی نظیر نباشه کم نظیره. هیچ کس نتونسته این نسبت و این به این ترتیب، این به اصطلاح چنین لیستی رو با این دقت، با این اطلاعاتی که تو هر اسم هست، اسم، سن، شغل، محل اعدام، نحوه اعدام، بعد تحصیلات، همه اطلاعات اینها دونه به دونه، واقعا کار شاق و عظیمی هست. من نمیدونم چند صد هزار ساعت یا چند میلیون ساعت وقت صرف شده، بله، تا اطلاعات جمع‌آوری شده، تدقیق شده و اعلام شده. کما اینکه وقتی بریم توی گذشته هم رابطه همین واقعیت بوده. من فراموش کردم بگم که این موضوع فقط مربوط به این وقایع چند سال اخیر نیست. شما نگاه کنید، مثلا در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، مقاومت ایران بعد از 6 ماه، شاید بیشتر از 6 ماه، من اگر اشتباه نکنم در آغاز سال 68، یعنی بعد از 7-8 ماه، بالاخره جمع‌بندی مقاومت ایران به اینجا رسید که 30,000 نفر، حداقل 30,000 نفر در قتل عام 67 اعدام شدند. خب این آمار که همینجور نیست که بیام اعلام بکنیم که 30,000 نفر، واقعا هزاران هزار اطلاع، چه از خانواده ها، چه از خود زندانیانی که در داخل زندان بودن، لیست هایی که از داخل زندان دادن بیرون، خب اینا رو جمع زدن و در نهایت به این نتیجه رسیدن. که البته خودش اون یه بحث مبحث جداگانه ای که فکر میکنم شایسته پرداختن خاص بهش باشه، ولی به هر حال ها نگاه کنید بقیه جریانات، یکی 4,000 نفر، یکی 5,000 نفر، خب بابا این حرفشون دارن دست خونین همین جنایتکارای حاکم رو دارن پاک میکنن دیگه. بله خانم آقای زاهدی، با توجه به زمانمون اگه اجازه بدید من دو تا سوال دیگه میخوام ازتون بپرسم. یکی در رابطه با موضوع قیام آبان 98 ما اشاره کردید، آماری که مقاومت ایران اونجا ارائه کرد و در نهایت مورد تایید قرار گرفت، این رو شما یک توضیح راجبش بدید. بله، عرض اونجا هم به این ترتیب بود که باز تقریبا وضعیت مشابه همین وضعیت فعلی بود، الان که زمان فشرده تر بود اون موقع، چون که قیام چند روز بیشتر نبود دیگه، ولی اطلاع پیدا کردن از شهدای قیام سال 98
هم به سرعت امکان پذیر نبود. به تدریج طی اطلاعی های متعدد و بعد از مدت آن دهی من زمان شدم نیست ولی زمان زیادی طول گرفت، هفته ها طول کشید تا بالاخره مقاومت ایران به عدد مشخص 1500 شهید رسید و این رو اعلام کرد. خب نگاه کنید اون موقع هیچ کس، باز میگم هیچ کس، به دقت میگم هیچ کس، هیچ کس این آمار رو نگفت. آمار ارقام از 300 نفر 400 نفر نم این اعداد تو این به اصطلاح تعداد بود. تا بعد از مدتی خبرگزاری رویترز از قول سه منبع در داخل وزارت کشور این آمار رو تایید کرد، یعنی اونها که مقامات رژیم بودن در داخل وزارت کشور رژیم که خب مرجع اصلی این به اصطلاح این آمار میتونه باشه، قبول کردن که یا پذیرفتن و تایید کردن که 1500 نفر در جریان قیام سال 98 در اون قیام به اصطلاح شکوهمند شهید شدن. خب ولی یک نکته اینجا هست، وقتی که مقامات رژیم در داخل وزارت کشور تایید میکنن که 1500 تا درسته، یعنی قطعا تعداد شهدا بیشتر از 1500 نفر بودن. اونجا هم ما باز قدر متیقن رو گفتیم، اونجا هم باز ما گفتیم این تعداد قطعیه. بعدا اگه دقت کنید میبینید که آمار 1500 نفر به تدریج جا باز کرد. مثلا بعدها وزارت خارجه آمریکا رسما این 1500 نفر رو اعلام کرد و دیگه الان بسیاری از آدمایی که مطلقاً اون زمانی حرفو نمی‌زدن و نزدن، بدون اینکه بگن که این آمار آماریه که مجاهدین جمع‌آوری کردن و اعلام کردن، ولی آمار 1500 نفر رو اعلام می‌کنن. کمی که همین الانم همین 3000 نفر رو من نگاه کردم، دیدم همین چند روز پیش رادیو فردا برای اولین بار دقیقاً همین 1300 بدون اینکه بگه باز آمار مجاهدینه، گفته که حداقل 30000 نفر در جریان این قیام اخیر دستگیر شدن. منظورم این هست که این شیوهی که قبلا هم بوده. شما تو صحبت‌های خودتون البته به موضوعی خارج از قیام اشاره کردید، موضوع کرونا. در تو کرونا، آمار کرونا چجوری بود؟ اگه ممکنه به اینم در حد فرصتی که داریم چند دقیقه بیشتر. شاید که در کرونا هم وضعیت تقریبا مشابه بوده. آخه این واقعیت اینه، واقعیت سرسخت اینه، کسی اطلاع نداره. عجیب و شگفت انگیز هم هست که مجاهدین اطلاع دارند. چرا؟ برای اینکه رژیم با تمام قوا، خصوص در مورد کرونا، همه وقایع در مورد کرونا به اصطلاح بسیار اصرار داشت، روزانه آمار اعلام میکرد، آمار مخدوش اعلام میکرد. آخه این رژیم اگر ما یک صفت بخوایم بهش بدیم، واقعا صفت کذاب و دروغگوه. دجال هم هست، دروغگو هم هست. یعنی تو دجالیت و دروغگویی یک واقعیته، یک به اصطلاح یک صفته. خب این رژیم دروغگوه، این که خیلی روشنه که، یعنی اصلا بخوایم دروغهای رژیم رو بگیم، در واقع با تاریخچه رژیم رو تشریح کنیم. خب رژیم اعلام میکرد، ولی هر روز اعلام میکرد، نهاد مشخصی برای این کار در گذاشته بود، وزیر گذاشته بود برای این کار، معاون وزیر گذاشته بود، اعلام میکرد. ولی خب بنابراین متاسفانه کسی دیگه که اطلاع نداشت هم به نوعی در این قافله رژیم حرکت میکرد، پشت رژیم حرکت میکردن در مورد آمار ارقام. حتی رسانه‌های بین‌المللی، حتی مراجع بین‌المللی هم، البته خب اونا چون بالاخره خب رژیم یک رژیم حاکمه، چون کشوره، بنابراین مثلا فرض کنید که سازمان بهداشت جهانی اون آمار رو بهش اسارت میداد، خب اون آدم قابل فهمه، آمار رسمی اون قابل فهمه، ولی بقیه که دیگه این حرف درست نیست که نباید دنبال آمار برن. آماری که مجاهدین در جریان کرونا اعلام کردن که فکر کنم همونجوری گفتم میشه از 700 اطلاعیه پشت سر هم به دقت تمام آمار رو از بیمارستان‌های مختلف، از دکترهای مختلف، از کانون‌های شورشی، یعنی از به اصطلاح منابع مختلفی که در سراسر کشور وجود داشت، چه وابسته به خود مجاهدین بود یا به ترتیبی از اونها کسب اطلاع کردن. در این حال من یه نکته یادم رفت بگم که بسیار مهمه، اون به اصطلاح دست یافتن به اسناد داخلی خود رژیمه. آخه اینم خیلی مهمه. حتی در مورد همین داستان دستگیری‌های اخیر هم بعد از این مدتی ما اطلاعات مشخص از داخل خود رژیم، اسناد خود رژیم دست آوردیم که همون آمار 30000 نفر رو بیشتر از اون رو تایید می‌کرد. در جریان کرونا هم به همین ترتیب در واقع ما دست پیدا می‌کردیم به اسناد و مداری که در داخل رژیم مبادله می‌شد، چون اونجا که نمی‌تونن دیگه واقعیت رو نگن که در درون خودشون. بنابراین از مجموعه اینها، در واقع از مجموعه این اطلاعاتی که از منابع مختلف جاری می‌شد، اون آمار به تدریج بیان شد تا مشخص شد که در واقع یک کشتار بزرگ در جریان کرونا رژیم، یعنی خامنه‌ای جنایتکار در واقع با اون سیاست ضد انسانیش و ضد مردمیش مرتکب شد که اجازه داد که در واقع به هیچ وجه دارو برای بیماران کرونایی وارد بشه و نتیجه بالای 500 نفر، 550 نفر در واقع در جریان اون کرونا
مردم ما به خاک افتادن و فوت کردن. بله خیلی ممنون از شما دکتر زاهدی از حضورتون تو این گفتگو و نکات بسیار ارزنده و روشنگری که در این رابطه گفتیم. با تشکر. در این مورد بحث بسیار زیاده. بله بله. ان شاء الله در جلسات بعدی. خیلی ممنون از شما. با تشکر از شما.